به دنبال حکم دادگاه عالی استان اونتاریو در کانادا و محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت غرامت به بازماندگان هواپیمای ساقط شده اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران و اقدام عمدی تروریستی خواندن آن توسط قاضی دادگاه اونتاریو، ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با آقای بهمن جلدی، حقوقدان ایرانی تبار کانادایی، و از او درباره روند اجرای درخواست وکلای پرونده برای گرفتن غرامت از طریق مصادره اموال جمهوری اسلامی پرسیدیم. آقای جلدی که از ابتدا از مشاوران حقوقی این پرونده بوده و گزارش مخصوصی برای قاضی پرونده ارسال داشته، با اشاره به اینکه صدور چنین حکمی در 30 سال گذشته بی سابقه بوده و نیز دو نکته کلیدی در این پرونده، یعنی تروریستی و عمدی بودن ساقط کردن هواپیما و مقصر شناخته شدن تمامیت نظام نه یک بخش یا ارگان خاص، از آن گفت. این حکومت هست، نه دولت، نه یک فرد، نه مثلا سروان ساده سپاه پاسداران. و دومی که این یه عمل تروریستی بوده، بنابراین هم به لحاظ حقوق بین الملل این به تیم حقوقی این اجازه رو میده که نه تنها در داخل کانادا بلکه در سراسر جهان هر گونه اموالی که حکومت و عاملانی که دستند در کار با اعمال حکومت هستند بر روی اونها به اصطلاح ما حقوقدانان کلیم بذاره و بر اساس اون کلیم این خسارت رو برای خانواده ها جلب بکنه و بعد در اختیار خانواده ها قرار بده. خب مشخصا این عمل اگر در کانادا صورت بگیره یک روال با خصوصی داره، اگر در امریکا صورت بگیره روال دیگری طی خواهد کرد، اگر در انگلستان باشه خب بنا به شرایط حقوقی در انگلستان این مسئله پیش خواهد رفت. آقای جلدی در مورد مسئولیت اموال دولت‌ها در دیگر کشورها در حقوق بین الملل گفت این اصل شامل حکم دادگاه اونتاریو نمی شود. حقوق بین الملل یک نکته هست به عنوان اینکه کشورها یا دولت‌ها اینها سوورنتی دارن، یعنی استقلال دارن و بنابراین اونها رو نمیشه که مورد خطاب یا بازخواست قرار داد. اما نکته مهمی که اینجا هست که من خیلی خوشحال شدم شما این سوال رو فرمودید که بتونم برای بینندگان توضیح بدم، این هست در مورد یک جرایم خاصی دیگه اون مسئله سوورنتی در اینجا تداعی پیدا نمی‌کنه. زمانی که یک عمل تروریستی توسط یک حکومت صورت گرفته نه یک دولت که بعد بگوین مثلا این نخست وزیر یا این رئیس جمهور مسئوله و بعدم اون رفاله نخست وزیر یا رئیس جمهور جدید اومد دیگه همه چیز دوباره از نو شروع میشه. وقتی میگه یک حکومت این عمل تروریستی رو انجام داده، دیگه تمام اون مسائل سوورنتی و این که دولت ها و حکومت ها مبرا هستن از هر گونه اعمال، از هر گونه مجازات های قضایی برای اعمال سیاسی که انجام میدن، این دیگه شامل حال اونها نیست و بنابراین حکومت جمهوری اسلامی به این صورت هم مجرم شناخته شد و هم این جرم یک عمل تروریستی شناخته شد که در نتیجه تمام اون مسئولیت های سیاسی رو که در حقوق بین الملل برای یک حکومت یا کشور در نظر گرفته میشه از جمهوری اسلامی سلب کرد.